با میوه های ترش که به بار نشسته. همه کشاورزان یه دست رو بدی، همه بالاخره به نونوا برن. تو خدای تر صد هزار مرتبه شد. به شکرانه وفور نعمت و فراوانی محصول زیر این درختان مردم و مسئولین گرد هم اومدن. در ایران ما کلا 2000 هکتار زغال اخته یا آخته کشت میشه که در اینجا هست تقریبا 85% سطح زیر کشت در منطقه علموت است و بخشی هم در منطقه رسباران ایران. جشنواره زغالخته که برای اولین بار در قزوین برگزار شد. این میوه به سر دردی دوایی، مریضان آن خورن گیرن شفایی. کشاورزان 25 روستا که در بیش از 650 هکتار زغالخته میچینن. اواخر تیر ماه که اوایل مرداد میشه شروع میشه تا اواخر مهر تقریبا. دیدن خانوم های علموتی در این جشنواره که چیدن محصول به همت اونهاست. مردو نمیتونن اخصول بچینن، زنو میتونن بچینن. خانوم هایی که پشت بوم خونه هاشون فرشی قرمز پهن بود. پشت بوم خشک میکنیم که بریم بفروشیم. در کنار این جشنواره غرفه هایی برپا بود برای معرفی بیشتر این منطقه و محصول زغالخته. این شربتمونه، آب زغالخته است، مرباشه، مارمالتشه، روبشه. آش محلی اخت زغاله، آش به نام ترش. محصولی ارگانیک که با خواص بیشمارش به شکل نوبرانه مصرف میشه. ترش و شیرینه. دمش فوق‌العاده است. اینجا با بیش از 100 هکتار زغالخته بزرگترین روستای تولید این محصول در ایرانه. ارتباط منطقی و مناسبی برقرار کنیم بین این محصولات با موضوع گردشگری. قزوین در سال 6000 تن زغالخته برداشت میکنه. جمعیت کثیری از مناطق مختلف کشور با حضور در مهمترین روستای تولید کننده زغالخته با فواید این محصول آشنا شدند.